اوکی. اما اینم برای اونایی که حالا عمل کردی بودند. اما یه سری ها هستند نه پیکچر دارن نه عمل کرد دارن. چه کار دیگه میتونیم برای اونها انجام بدیم؟ برای اونها میریم سراغ دیفینیشن، میریم سراغ دیکشنری، میریم دیکشنری رو باز میکنیم و اون کل تیزش رو میخونیم، کل اینترش رو میخونیم. در زمان دیگه مثلا زمان ادجکتیوش چه شکلیه، با ادوربش چه شکلیه، گذشتهش چه شکلیه، اگر ورب نمیدونم اس بگیره چه شکلی میشه، با آینجیش چه شکلی، همه اونها رو با هم دیگه میشینیم کار میکنیم و همه اون انترایدیش رو هم خانواده هاش رو کار میکنیم و به جای اینکه یک واژه رو فقط بدونیم که این در زبان مادری من میشه این، به جاش یه واژه رو همه هم خانواده هاش رو میدونم. با اون وقت با دونست با اون گرامری که دارم وقتی که نیاز دارم بهش وقتی میرسم بهش سریع اونجا از آینجی دارش استفاده میکنم چون ذهنم جا گرفته میدونم اینجا باید آینجی استفاده بشه و اونجا با اسش استفاده میکنم و اونجا با ایدیش استفاده میکنم و اونجا با اینها زمانی وقتی گرامر دارم وقتی بیس گرامر دارم اینها ممکنه و بهش فکر نمیکنم و سریع اینها شکل میگیره. فقط نیاز هست که گرامرم رو کار کرده باشم و وقتی هم که واژه رو یاد میگیرم با همه شکلاش آشنا کنم خودم رو، اونها رو هم به خودم کمک کنم بدم تا اینکه بیام یه لیست بنویسم دو تا. اوکی. دیفینیشن رو می‌نویسیم. مثال‌ها رو هم بنویسیم. بخونیم. مثال‌ها رو هم بخونیم. فقط اینکه ببینیم این چی میشه خیلی مناسب نیست. مرتب روش کار کنیم، زمان بذاریم برای هر واژه، به جای اینکه 100 تا واژه رو یه روز چک کنیم، 20 تا رو چک کنیم، ولی با همه جوانبش، با همه شکل‌هاش، با همه توضیحاتش. اگر یه واژه 5 معنی داره با همه معنی‌هاش. همه اینها رو می‌تونیم وقتی کار کنیم خب خیلی بهتر توی ذهن ما میمونه. اما یه وقتایی آره ما اون تازه کار هستیم، حالا خیلی اونجوری توی اون مثلا متنی که میخونیم 5 تا واژه هست که اونا رو هم نمیتونیم و این دوباره دونستن یکی رو سخت میکنه. ایرادی نداره، زمان بذارید، اول تلاش کنید، اول روی این خوب کار کنید، اجازه بدید که ذهنتون باهاش کار کنه، حلاجی کنه، یاد بگیره. اگر میتونه واژه رو معنیش رو از داخلش بکشه بیرون. اگر دیدید نمیتونید و متوجه نشدید و یا میخواید مطمئن بشید، اون وقت برید سراغ دیکشنری دو زبانه، یه چک کنید و ببینید که مطمئن شید که راه رو درست رفتید. پس از اینکه واژه رو دونستید، حالا بگید دوباره روی دیفینیشن، یه بار دیگه روی دیفینیشن کار کنید، روی اون توضیحاتش کار کنید، روی مثالاش کار کنید و اجازه بدید اینها توی ذهن شما ثبت بشه. شاید در نظر بیاد که آخرش که همون شد که اما اول چرا نرم اون سمتی. نه، وقتی که من اینها رو ذهن من همه رو ثبت میکنه، ذهن من اینها رو هم بهم میده و من خوب متوجه میشم که اینی که اینجا توی دیکشنری داره میگه یه مقدار از اون شدیدتره، یه مقدار پایینتره، چون گاهی وقتا من احساس میکنیم که این واژه یعنی این، اما میبینیم که نه، اینو ما توی این شرایط، توی این وضعیت، توی اینجور جاها استفاده میکنیم، در حالی که این واژه مثلا تو زبان من هم برای این هم برای اون هم برای این استفاده میشه. مثل مثلا واژه پوست. اوکی؟ مثلا من میگم پوست، پوست درخت، پوست میوه، پوست، اما توی انگلیسی پوست، باید حواسمون باشه کدوم پوست رو برای چی داریم استفاده میکنیم. پس دیفینیشن رو خوب بخونیم، ببینیم که مثلا این واژه برای که مثلا من به عنوان پوست میشناسمش پوست چی هست، کجاها باید ازش استفاده کنم، کجاها سمتش نرم. چیزی که خیلی کمک میکنه فلش کارت هست.